درودی دیگر خدمت تمام همیهنان عزیز و آزادی خواهم در اولین برنامه خبری امروز با مهمترین عناوین خبری در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید تایید قتل یک کنرمند دیگر به دست ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی رفتار وحوش حکومت مدعی دینداری با یک قبر بینام و نشان اما قبل از مشروع این اخبار از شما یاران کانال میخوایم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. تایید قسله کنرمند دیگر به دست ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی پگاه پوراحمد دختر کیومرس پوراحمد کارگردان و فیلمنامه نویس فقید سینمای ایران در مصاحبه با روزنامه اعتماد خودکشی پدرش را تکذیب کرد و بدون اشاره به جزئیات گفت که او میدانست چه بلایی قرار است سرش بیاید روز 16 همه فروردین سال 1402 پیکر حلقاویز شده کیومرس پوراحمد در ویلایی در بندر انزلی پیدا شد با گذشته بیش از یک سال از این ماجرا هنوز گزار از سوی منابع رسمی درباره علت مرگ پوراحمد منتشر نشده است اما پس از انتشار تصویر حلقاویز شده او بسیاری با اشاره به آثار جراحت روی دستانش مرگ این کارگردان را قتلی حکومتی توصیف کردند شانزدهم فروردین امسال و در نخستین سال مرگ این کارگردان توران پوراحمد خواهر او در کامنت اینستاگرامی نوشت برادرم را اول شکنجه کردند بعد جسد بیجانش را به دار آویختند نگاه پور احمد دختر این کارگردان و فیلم نام نویس مردی ماه در مصاحبه با روزنامه اعتماد تاکید کرد هرچه نوشته درست است اما در مورد رسیدگی به پرونده و جزئیاتش فعلا اصلا صحبت نخواهم کرد تا زمان مناسب فرا برسد او ادامه داد این را بگویم که پدرم میدانست چه بلایی میخواهد سرش بیاید ولی اینکه خودش را کشته باشد به هیچ وجه درست نیست همزمان با اظهارات خواهر کیومرس پور انتشار عکسی از دیدار این کارگردان سینما با شهبانو فرای پهلوی در پاریس گمان زنی ها درباره قتل او توسط نهادهای امنیتی را تقویت کرد کیومرس پوراحمد در دیداری که مشخص نیست در چه زمانی بوده به دیدار شهبانوی ایران فرح پهلوی می رود و دست او را به نشانه احترام می بوسد. خانواده پورحمد تا لحظه ساخت این مستند همچنان در مقابل انتشار این عکس سکوت کردند. یک منتقد سینما در ایران که نخواست نامش فاش معتقد است که انتشار عکس دیدار پوراحمد و فرح پهلوی همزمان با سرات توران پوراحمد مبنی بر شکنجه و قتل کیومرس نشانی قطعی از خشم حکومت و تصمیم فوری برای قتل این کارگردان سینماست جمهوری اسلامی به هیچ وجه با کارگردانی که درست چند ماه قبل مسئولان نظام را کسافت خوانده و حالا دست دشمن خونیش را میبوسد کنار نمیآید دولت ما رو دولت فاسده ببین همهشون سراپات کسافتن برای اینکه هی باید ایش پنهان کنه اون ست زنده رو فران قهو میگیر چاپیده اونجا فران فران دیدیم معلم نداشت هیچ کنیم این هاشی ها رو نداشت بسا این جسور بود از نظر شما باید چیکار کنیم که هنرمندامون وقتی که زندن به قول شما اون ارج و غرب رو حفظ کنه؟ ببین تو نظامی که با هنر اصلا ذاتن ذاتن دشمنی داره خصومت داره که نمیشه همینه که هست همینش که هست هیچ کاری هست این این نظام ذاتن با هنر و هنرمند اصلا نمیشه. سر سازگاری نداره حالا کتاب شعر موسیقی سینما تئاتر نداره اصولاً این منتقد ادامه می دهد که روش قتل کیومرس پوراحمد و شکستن هر جفت دستانش نشان می دهد که انگیزه قتل دقیقا همان دیدار با فرح پهلوی بوده است. در واقع نظام تا ماها اظهارات ضد حکومتی این کارگردان را به دلیل محبوبیتش تحمل می کرده ولی دیدار با شهبانوی ایران منجر به صدور جواز قتلش شده است. به گفته پگاه پوراحمد پدرش اکثرا هر چند وقت یک بار از شخصی که در شمال می ویلا اجاره میکرد و با آنجا میرفت چون میخواست بنویسد و خلوت کند اما قصد داشت به تهران برگردد چون قرارهای مختلف داشت روز حادثه صاحب ویلا با آنجا رفته و با صحنه حلقاویز شدن کیومرس پوراحمد روبرو شده و به پلیس اطلاع داده است دختر کیومرس پوراحمد گفت همه خانواده هر کدام به نوع خودمان بر این موضوع تاکید داریم که پدرمان شمال نرفت که خودش را بکشد سی بهشت سال گذشته و در چهلمین روز مرگ کیومرس پوراحمد دختر او در پست اینستاگرامی نوشت همه صحبت ها ها و ویس های پدرم در ساعت های آخر زندگی شاد و پر از امید بود در طول دو سه ساعت تصمیم میگیرد به زندگی خودش خاتمه بدهد خودش را با دست و بدن زخمی کبود و آسیب دیده حلقاویز کند او گفت که پورحمد از شرایط پیرامون زندگی ایرانیان بسیار ناراضی بود و از زمین و زمان گله می کرد. اما در این حال به فکر طرح فیلم بعدیش بود پور در یکی از آخرین سال نظرهای اعتراضی خود گفت حضور فیلمش در جشنواره تصمیم تهیه کننده به عنوان مالک فیلم و برخی دیگر از عوامل بوده نه او این کارگردان در اینستاگرامش با اشاره به خیزش انقلابی ایرانیان سال گذشته را خونبار و دردناک توصیف کرد و نوشت با این همه داغی که بر دل داریم دیگر چه جشنی چه جشنواره رفتار وحوش مدعی دینداری با یک قبر بینامونشان بر اساس تصاویری که محمد هاشمی پسرخاله مجید کازمی از مزار رو منتشر کرده سنگی روی آرامگاه او نیست و جایی که بیش از یازده ماه است پیکر این جوان معترض دفن شده هنوز خاکی است فقط روی لبی جدول بالای مزار با رنگ مشکی نام این جوان معترض که 29 مردی بهشت 1402 به همراه سعید یعقوبی و صالح هاشمی به اتهام محاربه اعدام شد نوشته شده است تصاویری که محمد هاشمی پسرخاله مجید کاظمی منتشر کرده نشان میدهد که این جوان یک ساله اعدام شده سنگ مزار ندارد او میگوید که نهادهای امنیتی و انتظامی به خانواده مجید گفتند که تنها اجازه نصب سنگ مزاری را میدهند که عکس و تاریخ تولد و مرگ مجید را نداشته باشد مزاری بی و نشان همانطور که ماموران حاضر در زندان در ساعت‌های پیش از صدام به او وعده داده بودند تا مگر اشهد بگوید و توبه بکند ولی او به جای شعار مرگ بر خامنه ای و جانم فدای ایران سر داد او با اشاره به بازداشت برادر مجید در صبحی که آنها را اعدام کردند و رو بودن پیکرهایشان و دفن پیکر سعید و صالح در جای غیر از آرامستان حبیب آباد میگوید از همان روزهای اولی که بچه را کشتند اذیت از و آزار را سر هم مراسم خاکسپاری و هم سنگ مزار داشتند وقتی بچه را کشتند اصلا خبر ندادند و آمدند صبح برادر مجید را بازداشت کردند و بردند به عنوان شاهد آنجا باشد مزار را خودشان مشخص کردند و خیلی سریع خاک سپاری را انجام دادند و بعد به خانواده اطلاع دادند و نگذاشتند هیچ مراسمی برگزار شود او درباره تلاش خانواده برای نصب سنگ مزار برای مجید میگوید خانواده از همان روزهای اول تلاش کردند که سنگ مزار را نصب کنند ولی مخالفت می آنها هم گفتند روزهای اول است حساسیت دارند و زمان داده بودند تا بگذرد تا چلم که نمیگذاشتند حتی خود خانواده سر مزار بروند و با سختی فراوان می توانستند بروند سر مزار این دوست دوران کودکی و پسرخاله مجید کازمی با اشاره به سوزاندن مزار این جوان در شب تولدش میگوید هجدهم خورداد کمتر از سه هفته بعد از کشتن بچه ها تولد سی و یک سالگی مجید قرار بود باشد خانواده خواستند بروند سر مزار برای تولاد. شب قبلش مزار را آتش زدند دوربین آنجا هست هر کس گل میگذارد سری میروند برمیدارند ولی هیچ وقت نیامدند بگویند که چرا مزار شب قبل تولد آتش گرفته به گفته محمد هاشمی بازارهای نهادهای امنیتی مبنی بر جلوگیری از نصب سنگ مزار برای مجید آنها اقدام به کاشتن گل سر مزار این جوان میکنند ولی به چند ساعت نکشیده اثری از گلها هم باقی نمیماند بر اساس تصویر نامه‌ای که محمد هاشمی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، مأموران قضایی و انتظامی به ویژه سه مقام محلی از جمله اسدالله جعفری دادستان اصفهان، نعمت خلیلی فرمانده نیروی انتظامی برخار و محمد قربانی فرماندار برخار نمیگذارند برای مجید سنگ مزار نصب شود. او شورتی که مقامات برای خانواده گذاشتند را برشمرده و, و میگوید که سنگ مزار مجید مدت هاست که آماده است ولی آخرین بار بعد از پیگیری های زیاد یک نامه به آنها دادند که تعهد بگیرند که اگر سنگ مزار می نصب کنید باید با این شروط باشد که خانواده مخالفت کردند و برای همین است که یازده ماه گذشته و مزار مجید سنگی ندارد او توضیح میدهد شروطشان یازده مورد بوده گفته بودند رنگ سفید نباشد رانیت براق نباشد خیلی به سایز و زخامتش گیر داده بودند که باید نازک باشد برداشت من این است که قاعدتا میخواهند هر وقت نیاز بودان را بشکنند که اینقدر تاکید دارند که زخیم نباشد هاشمی با تاکید بر اینکه خانواده بعدا از طریق افرادی ناشناس مطلع شدند که در ساعتهای پایانی بر فرزندشان چه رفته میگوید خانواده بارها پیگیر شده بودند که چرا نمیگذارید سنگ مزار داشته باشد ولی جواب مشخصی نمیدادند بعدا یک نفر به صورت ناشناس گفته بود که قبل از ادام مجید و بچه ها شعار می دادند و مرگ بر خامنه ای و جانم فدای ایران گفته بودند ماموران اصرار داشتند که اشهد بخوانند و توبه کنند ولی مجید گفته بود که من نه شما و نه دینتان را قبول ندارم آنها هم تهدید کرده بودند که کاری نکن که جنازت را هم تحویل خانوادهت ندهیم و, بی نام و نشان باقی بمانی و نگذاریم قبرت را کسی پیدا کند مجید هم گفته بود مردم ایران پشت سرم هستند هر کاری که می خواهید بکنید. این نخستین بار نیست که مقامات امنیتی نظام جمهوری اسلامی دست به آزار و اذیت خانواده ها و انتقام گرفتن از پیکر کشته شدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی ادام شده می زنند. یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم. فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاش شبانه روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیتترین بسته خبری به شما عزیزان رو داره. با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید. شب بر همگی خوش پاینده ایران.